آه یه چیز دیگه هم در برای محمد من بگم، برای اینکه من متوجه شدم که بعضی از کسایی که چیز خیلی فعالیتشون تمرکز داره روی اسلام ستیزی و زدن اسلام، یه مقدار نگران این میشن که آقا جان شما اگه بگین تمام روایت های محمد هیچ اعتباری نداره و نمیشه اعتماد کرد که هیچ کدومش اتفاق افتاده، این که نشد که ما اینقدر میخوایم بزنیم تو سر محمد، بگیم محمد مثلا چیز بوده، بچه باز بوده، خشم بوده، زن ستیز بوده، فلان کرده، بهمان کرده، شما این محمد از ما بگیریم، ما تو سر کی بزنیم؟ خب من دوباره نویدم دفعه هفته دیروز فکرم پیروز بهش اشاره کرد، آقا جان محمد حتی اگه وجود خارجی هم نداشته باشه، باور مسلمان ها این هست که این شخص با این روایت ها وجود داشته. خب همین که باور مسلمان ها هست، ما کرکتر محمد رو میتونیم هنوز بهش حمله کنیم. خب برای خاطر بالاخره حال محمد هم نمیدونیم، ببین واقعا مشخص نیست که محمد هم اگرم وجود داشته باشه، حتی اسمش هم نمیدونیم واقعا محمد بوده و واقعا هم نمیدونیم چه کار کرده و داستانش چی بوده، فقط یه سری چیزای کوچیک ممکن ازش بدیم، خیلی کم. ولی اون محمدی رو که ما نقد میکنیم اون محمد واقعی نیست، محمدی رو که ما نقد میکنیم محمدیه که مسلمانان بهش باور دارن و اون جونور یه هیولا بوده. خب اون محمد واقعا یه هیولا بوده. ببین مثالی هم که من میزنم مثل والدمورت، والدمورت توی هری پاتر. خب من اگه بگم والدمورت یه کاراکتر ایوله، یه کاراکتر شره، خب این لازم نیست که والدمورت یک وجود خارجی داشته باشه، ما میتونیم یه کاراکتری رو که وجود خارجی نداره رو قضاوت بکنیم بر اساس خود خدا. خود خدا ما خدا رو این همه نقد میکنیم، میگیم آقا اونجا اون کاری کرد، مگه فکر میکنیم هست؟ ما خدا رو، اونایی که میگن خدا هست رو بر اساس باور اونا نقد میکنیم، ما بر اساس باور طرف مقابل میتونیم نقدش بکنیم، مهم نیست.